بینندگان عزیز، در کنار من تصویر همکار، دوست بسیار ارجمند، همکار ارشد خودم در سازمان برنامه و بودجه و بالاتر از اون محقق و پژوهشگر ایرانی متخصص در جامعه شناسی دین و شعر و ادبیات امروز که به من این شانس و افتخار رو داده تا در این دور از مجموعه نسیم شمال سهم عمده ای رو داشته باشه و میهمان برنامه‌های مختلف من باشه، او رو در کنار من دارید و با برنامه‌ای که از مدت‌ها پیش به شما وعده داده بودم درباره دین در دوران قاجاریه. آقای دکتر اسماعیل نوریالا که همونطور که چند دقیقه پیش اشاره کردم کتاب پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران ایشون اخیراً منتشر شده است و در دسترس همه شما میتواند باشد، امشب بار دیگر میهمان من هستند. آقای دکتر نوریالا سلام. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامیتون. آقای دکتر، من میدونم که وقت تنگه، ولی میدونم که ما در ماه آینده دو گفتگو با هم خواهیم داشت درباره ادبیات معاصر ایران، شعر شاملو و شعر نیما، و مطمئن هستم که نظرات شما مورد توجه بینندگان عزیز قرار خواهد گرفت و شما نقطه نظرهایی رو در نقد محقق و پژوهشگر دیگر ایرانی در رابطه با شعر نو و شعر شاملو در اون برنامه ها مطرح خواهید کرد، در رابطه با نظرات جناب بهرام مشیری، و بیش از اون در واقع فرصتی ارزنده در اختیار بینندگان عزیز خواهد بود که شعر امروز ایران رو از زبان یک متخصص بیشتر بشناسند و سرآمدان این سبک ادبی یا این مکتب ادبی یا ادبیات امروز ایران رو از زبان کسی که خودش با این عرصه از دید تخصصی آشنا هست بیشتر آشنا بشن. آیا درست میگم آقای نوریالا یا خیر؟ عرض کنم حضورتون که من همیشه گفتم که عشق اصلی من، هدف اصلی من در زندگی ادبیات فارسی، زبان فارسی و شعر نوع فارسی بوده است و واقعا از یک نظری خودم رو مغبون حس میکنم وقتی که میبینم که همه وقت من به مسائل مربوط به جامعه شناسی دین میگذرد، اما این یک انتخابی بوده است که من انجام دادم. به هر حال ما در زندگی خودمون بالاخره در این سن و سالی که هستیم یک وقت محدودی داریم برای اینکه خدمتی به جامعه خودمون بکنیم و من تصورم این است که خدمت من در این زمینه میتواند مفیدتر باشد از زمینه ادبیات، در این حالی که به هر حال اون کار رو هم ادامه میدم و احتمالاً همونطور که دیدید این کتابی که ذکرش رو کردید یک مجموعه آثار بنده هستش که این اولین جلدشه که اسمش هم هستش در گرگ و میش اندیشه و جلد اولش مربوط به دینکاران امامیه، اما جلد دومش رو من خودم امیدم این است که در حدود 10 مقاله راجع به 10 شاعر بزرگ معاصر ایران، شعر نو ایران رو درش منتشر بکنم. ولی به هر حال فعلا آقای دکتر نوریالا، قبل از اینکه سوال اول اصلی خودم مطرح کنم، اخیراً نسبت به برنامه‌هایی که با شما داشتم به طور غیر مستقیم نقدهایی رو می‌شنوم و این نقدها از جانب دو گروه عرضه شده، یکی در واقع کسانی هستند که جز به این اعتقاد ندارند که هیچ کوششی رو امروز نباید انجام داد مگر کوشش‌هایی که به تغییر سیستم موجود در ایران به طور مستقیم کمک می‌کنه و پرداختن به مسائل جامعه شناسی دینی و پیدا کردن ریشه‌های در واقع بسیاری از آیین‌ها و جریان‌های مذهبی و مذاهب که از 2000 سال پیش از دوران قبل از میلاد تا امروز آغاز میشه و به ویژه در دوران اسلام به ما خیلی در جهت مبارزه‌ای که معتقدند وجود داره بر علیه سیستم حاکم بر ایران این کمک نمی‌کنه. دو گروهی هستند که معتقدند زیربنای همه چیز مسائل اقتصادی است و شما در واقع نباید به این روبناها بپردازید، مسائلی مثل تاریخ تشیع، شکل‌گیری تشیع
و سایر ادیان، مسائلی که مربوط به نقد اینها وجود داره یا شناخت اینها وجود داره، ریشه هاشون از کجا آمدن، چی میگن و به کجا میرن، چرا که اینها روبناهای جامعه هستن، وسایل فرهنگی، و در واقع کوشش صرف شناخت زیربناها و در واقع ساختار امپریالیسم و سرمایه‌داری باید بشه. شما برای این دو گروه چه پاسخی دارید؟ عرض کنم که اولا من فکر میکنم که خب هر کسی در حوزه تخصص خودش میتواند عمل بکند، و این توصیه که آقا همه کارامون رو بذاریم زمین و فعلا به اینکی کار بپردازیم، به نظر من پیشنهاد مضحکیه. هر کسی در یک امری میتواند خدمتی بکند و باید در همون زمینه هم کار خودش رو بکنه. در این حال من دیدم که خب خیلی ها ایرادی که میگیرن اینه که آقا مردم عرض کنم که مسلمان هستند و حرفهای اینجوری زدن ممکن است که مردم رو عصبانی بکنن. من در نظرم این استش که بعد هیچ حرف عصبانی کننده ای راجع به هیچ چیزی نمیزنم و هیچ بی احترامی هم به هیچ باوری نمی کنم و فقط به عنوان یک عرض کنم که دانشجوی کار جامعه شناسی یک عینکی دارم به چشم خودم زدم و این تاریخ گذشته ایران رو در این مورد بازخوانی می کنم و در این بازخوانی حالا اگر که حقایقی افشا شد، وقتی که میگم حقایقی به خاطر اینکه هنوز هیچ کدوم از این ایراد گیرندگان نیامدن بگویند که حرف تو غلط است، میگویند تو این حرف رو نزن، و من فکر میکنم که این خلاف رأی اولوالالباب است به قول سعدی که یک حرف درستی در دل داشته باشیم و این رو نزنیم به خاطری که یک آقایی در یک گوشه نشسته است و فتوا میدهد که مصلحت نیست این گونه حرف زدن. به نظر من مهمترین مصلحت جامعه ایران در وضع کنونی آشنا شدن با اون سرنوشتی است یا سرگذشتی است که بر سر او رفته است، و اگر که این سرگذشت به درستی بازخوانی نشود و نقاط مختلفش، فراز و فرودهاش، دلائل شکستهای متعددی که خورده این ما در جهت رسیدن به یک جامعه آزاد شکافته نشود، ما همچنان بر حول این محور خواهیم تنید. و عرض کنم که به نظر بنده این ایراد دومی ها هم باز بیهوده است، برای اینکه لااقل تاریخ معاصر ما این رو نشون داده است که ما یک بار این رو تجربه کرده این که به جای پرداختن به بحث های مربوط به ریشه های فرهنگمون، ریشه های تاریخمون، ریشه های جهان بینیمون، وقتی صرفا پرداخته این به عوض کردن سیستم حکومتی، آنچه را که جانشین او کردیم نسخه بدلی از همون قبلی بوده و هیچ گونه قدمی به سوی آزادی و عرض کنم که دموکراسی و رفاه مردم برداشته نشده است. نمونهش نمونه عرض کنم که بارز کوشش های روشنفکران ما در عهد عرض کنم که انقلاب مشروطه است که همشون بر اساس این مصلحت بینی که آها مردم عصبانی نکنیم، حرفهای دیگه نزنیم، هی به آخوندها باج دادن تا اینکه آخوندها توانستن کلن عرض کنم که رول رو به دست خودشون بگیرن و اون متمم مفتضح تاریخی رو بر قانون اساسی مشروطه بنویسن. متشکرم. اجازه فرمایید که برگردیم به اون چه که حدیث امشب هست، برگردیم به جامعه شناسی تشیع و بشناسیم سازماندهی مذهبی رو در دوران سلسله قاجار. ما در گفتگوی قبلی که مربوط به دوران صفویه بود گفتگومون رو در جای قطع کردیم که صحبت از این میشد که افغانهای آسی شده و به تنگ آمده از دست آخوندهای زمانه در شهرهای مختلف ایران برای شکایت به شهر اصفهان رفتن و در اونجا اوضاع رو کاملا قمر در عقرب و بدتر از هر جای دیگه پیدا کرد. بنابراین برگشتن، سپاهی گردآوری کردند و تاختن به اصفهان، آخوندها رو تار و مار کردند. آیا ما گفتگوی امشبمون رو از همین جا میخوایم ادامه بدیم یا شما نه نکته دیگری دارید؟ من درست میکنم که بد نیست اگر یک لحظه تأملی بکنیم در روزگار صفویان
و یک تغییر عمده و پرمعنی رو که اغلب مردم ما نسبت بهش توجه نمی کنند مورد مداقه قرار بدید. سلام. من عرض کنم که یک مقدار اسلاید خدمت تو فرستاده بودم، درسته. اگر که بفرمایید که اسلاید شماره یک رو روی صحنه بگذارم. اتاق فرمان اسلاید شماره یک، بله بفرمایید. ببینید، این من در مورد 200 سالی که صفویه در ایران حاکم شدند و مذهب تشیع امامی با اون ورسیونی که از جبل عامل به ایران وارد شد صحبت کردم در جلسات گذشته. فقط میخواهم بگویم که این آمدن صفویان و رسیدنشون به قدرت و دعوت از جبل عاملی ها برای تأسیس مدارس عرض کنم که فقهی نشانه این است که عمر تشیع اثناعشری به عمر یک فرقه عرض کنم که مبارز سیاسی تموم میشه و خود اون فرقه تبدیل میشه به صاحب قدرت و از اونجا هستش که ما برای اولین بار در ایران صاحب مذهب تشیع اثناعشری میشیم. تا قبل از اون مردم کلیاتی رو میدونستن که حضرت علی مثلا مخالف تفاوت‌های طبقاتی بوده یا امام حسین شخصی بوده است که بر علیه بی‌عدالتی و ظلم قیام کرده است، ولی حتی آنهایی که به عنوان شیعه مثل سربداران و غیره مبارزه میکردن اطلاعاتی از دقایق فقه شیعه نداشتن و این اولین بار با آمدن جبل عاملی ها به ایران بود که ما فقیه شیعه پیدا کردیم، در کنارش سازمان شیعه پیدا کردیم و در کنار اون عرض کنم که ما مسجد رو عرض کنم که دستگاه و بالاخره سلسله مراتب روحانیت رو پیدا کردیم. اگر بریم به اسلاید شماره دو، اسلاید داریم، در اسلاید شماره دو ما ببینیم که بعد از مرگ شاه اسماعیل اول، شاه طهماسب پسر او دعوت میکند از اینکه این من کلمه دینکار رو به کار میبرم به خاطر اینکه دیگه از همشون فاکتور بگیرم که نمیدونم محدث و فقیه و آیت الله و حجت الاسلام و شیخ الاسلام و همه اینها رو ما میتونیم در ذیل کلمه دینکار جا بدیم، یعنی کسانی که کارشون دینه و از طریق این کار نون میخورن، نانخوران کار دین. اینها برای اولین بار نوع شیعهشون آمدن به ایران و در اسلاید سوم ما به اسلاید داریم به پیدایش سازمان مذهبی عرض کنم که این دینکاران میرسیم و در اسلاید چهارم هست که به اون به زنگاه مهم میرسیم که من ناچارم کمی راجع بهش توضیح بدم. استدلال میکنم، بفرمایید. و اون این هستش که ما در فقهمون دارای دو شعبه اساسی هستیم که این دو شعبه رو یک عده یک بخشش رو میگوییم اصولی، یک بخشش رو میگوییم اخباری و تعریف آن این هستش که ما برای اینکه یه فقیهی برای اینکه بخواهد احکامی رو از دل منابع فقهی بیرون بکشه به چند اصل اعتقاد دارد که اولیش عرض کنم که اصل قرآن است، قرآن پایه دین و مذهب است و سپس مسئله احادیث مطرح می شود و این که حالا در مورد سنی ها احادیثی که از درباره پیامبر اسلام نقل شده است و در مورد شیعه احادیثی که راجب 14 معصوم و اطرافیان اونها جمع آوری شده است، اینها هم یکی از اصولی هستند، از پایه هایی هستند که فقه برش استواره و بالاخره نظر یا اجماع فقهای سابق رو میگیرن به عنوان پایه سوم. این اشخاص رو ما یا بهشون میگیم آخوند اخباری یا فقیه اخباری، یعنی که روی قرآن و خبر اینها عمل میکنن. اما یک پایه دیگری هم در فقه وجود دارد که گاهی این رو میپذیرم و گاهی این رو نمیپذیرم. جناب دکتر نوریالا، یه تلفن هست مثل که در منزل شما که گوشی درست سر جاش گذاشته نشده و صدای زنگش به گوش میرسه. آیا در منزل ما نخیر هم چرا این صدا از داخل خط شما میاد؟ تلفن دیگری الان مورد استفاده هست یا خیر؟ اجازه بدید.
نه نه صداتون اشکال نداره. زنگ یک تلفن که دسته تلفن درست روی اون ست تلفن قرار نگرفته باشه الان قطع شد. قطع شد. بله بفرمایید. بفرمایید. بله میبخشید. خواهش میکنم. عرض میکردم که آخوندها یا فقهای اخباری کسایی هستن که به قرآن خبر میپردازن و اون رو ببخشید اون رو پایه کار خودشون قرار میدن. اما فقه داره یک اصل دیگری هم هست که گاهی آخوندها اون رو میپذیرند و گاهی نمیپذیرند، به دلائلش خواهیم پرداخت. و اون یک اصل چهارمی است که بهش میگن عقل. یعنی اینکه ما علاوه بر اینکه رجوع میکنیم به قرآن، رجوع میکنیم به حدیث، رجوع میکنیم به اجماع فقهای قبلی، لازم است عقل خودمونم به کار ببریم تا اینکه یک نتیجه بگیریم از کار. این دسته خودشون رو اصولی مینامند و به کار بردن عقل رو اجتهاد میخوانند و به این دلیل خودشون رو مجتهد میدانند. بنابراین در تاریخ خودمون ما با دو نوع فقیه یا آخوند روبرو هستیم، بخش اخباری، بخش اصولی. بله. تا آمدن عرض کنم که صفویه به ایران و شیعه شدن ایران و آمدن آخوندهای جبل عاملی، آخوندهای شیعه اصولی بودند، اهل اجتهاد بودند، مجتهد بودند. اما در اواسط عصر صفوی وقتی که این آخوندها جا افتادن در ایران، از که مکتب فقهی خودشون رو از اجتهادی یا اصولی به اخباری تبدیل کردن. این نکته ایست که عرض میکنم که کمتر در تاریخ تشیع در ایران مورد توجه و بحث قرار گرفته است که چرا این اتفاق افتاده است، چرا مجتهدین و اصولی ها اخباری شدن. من برای اینکه اینو توضیح بدم یک کمی برمیگردم عقبتر و میگویم که در دوران عرض کنم که سلجوقیان و وقتی که خواجه نظام الملک عرض کنم که وزیر بود و عرض کنم که همه کار در اونجا هم همین اتفاق افتاد. یعنی گفتم که ما دیگر به کسی اجازه نمیدهیم که اجتهاد بکند بعد اصولی باشد، همه باید اخباری بشن. و این اصطلاح رو اختراع کردن که گفتن که انسداد باب اجتهاد، یعنی اجتهاد درش بسته شد، یک کسی نمیتونه این کارو بکنه. علت این است که شخص مجتهد آدمی است آزاد و مستقل که میتواند راجع به مسائل از نظرات خودش رو بده و ممکنه این نظر این فقیه یا آخوند با نظر اون یکی فرق داشته باشه. در حالی که اخباری ها به لحاظ این که اجازه ندارند عقل رو به کار ببرند و عرض کنم که اجتهاد بکنند، اینها رو میشه در سلسله یک مراتب مذهبی جمع آوری کرد و بهشون گفتش که هرچی که اون نقطه بالای هرم به شما دستور میده شما باید اون رو اجرا بکنید. بلد. وقتی که آخوندهای جبل عاملی آمدند به ایران، با صفویه یکی شدند و سازمان مذهبی رو تشکیل دادند، خب اولین گرفتاری و ناراحتی که داشتند این بودش که یه عده‌ای تو ایران از خودشون میگشتند و میگفتند ما مجتهد هستیم، اصولی هستیم و حرف خودمونو میزنیم. برای ایجاد خفقان، برای ایجاد به اصطلاح آقای خمینی وحدت کلمه، اینها آمدند و در تشیع هم باب اجتهاد رو بستند و سازمان مذهبی صفوی تبدیل شد به یک سازمان اخباری که در اون صورت اون عرض کنم که ملاباشی که باشی در زبان صفوی یعنی که وزیر امور مذهبی، ملاباشی وقتی دستور رو میداد همه ملاهای دیگه باید از اون اطاعت میکردن و اون تنها کسی بودش که حق استخراج احکام رو داشت، همان گونه که در تسنن از زمان سلجوقی به بعد تا به امروز این اتفاق افتاده است و اهل تسنن دارای مجتهد نیستند، بلکه مثلا اون رئیس الازهر هستش که مثلا دستور میدهد، یا در عربستان هم این سازمان
مذهبی هست که تصمیم میگیرد و نه شخص مجتهد. بنابراین شما میبینید که عده مجتهد شیعه امامی آمدن به ایران، وقتی که به قدرت رسیدن دیدن که اجتهاد دیگه صرف نمیکنه، باید جلوش رو گرفت و در نتیجه مذهب رو آمدن اخباری کردن. حالا اگر که اسلاید شماره 5 این اسلاید رو داریم، در اونجا میبینید که اشاره شده است به رفتار شیخ الاسلام ها. وقتی که این سازمان مرکزی به وجود آمد، برای هر محل و شهری یک شیخ الاسلامی رو فرستاد که مثلا امام جمعه های امروز که همشون زیر نظر ولی فقیه هستن، این شیخ الاسلام ها هم و یا همین امام جمعه ها هم حق اجتهاد ندارن که بخواد از خودشون نظر بدن و حرف بزنن. صحیح. بلکه اینها باید چشمشون به رهبر باشه، اون هرچی گفت اینها در واقع منعکس کننده نظرات او هستن. بله. و این شیخ الاسلام ها که به عنوان نمایندگان ملاباشی شیعه اثناعشری اصفهان رفته بودند به محلات مختلف، در محل آنجا که جمعیت اکثریت جمعیت رو صفوی ها نتوانسته بودند به علت دوری از مرکز شیعه بکنند و سنی مانده بودند، مثل مثلا هرات، مثل افغان ها، مثل عرض کنم که بلوچ ها، مثل کرد ها، اینها شروع کردن شدیدن بدرفتاری کردن با اینها و در نتیجه باعث شدن که نارضایتی در اونها پیش بیاد و همونطور که در ابتدای مطلب خودتون فرمودید، بالاخره افغان ها بودن که آمدن برای شکایت به مرکز و وقتی که دیدن که صداشون به جایی نمیرسه و اینجا اصلا معلوم نیست کی رئیسه کی مرعوس و غیره، برگشتند اون اشرف افغان و محمود افغان به حمله کردن و اصفهان رو گرفتن و آخوندها رو تارمار کردن. به اسلاید شماره 6 که برسیم عرض کنم که نشان داده می شود که در اسلاید شماره 6 رو داریم. بله. نشان داده می شود که در 286 سال پیش بود که افغان ها توانستند عصر صفوی رو به پایان برسونند و آخوندهای شیعه امامی که دیگر مجتهد نبودند، در سازمان مرکزی متمرکز بودند، در سازمان مذهبی متمرکز بودند، هم شروع کردن فرار کردن به اقصا نقاط ایران. ما تا اینجا رو عرض کنم که داریم. آقای دکتر نوریالا، بنابراین ما در واقع به دورانی داریم میرسیم که باید منتظر باشیم و ببینیم که جانشین صفویه که نادر شاه افشار هست چه سیاستی رو در قبال آخوندها و سازماندهی اونها در پیش میگیره. تا اونجایی که من میدونم نادر شاه یک شخصیت سنیست که در مملکت شیعه صفوی به پادشاهی میرسه. آیا درست میفهمم یا خیر؟ بله، عرض کنم که دوران نادرشاه دوران بسیار مهمی است که در واقع میشود گفتش که ما هنوز دچار عواقب اون دوران هستیم. ما هنوز عواقب دوران نادرشاه رو باش مواجه هستیم. حداقل اتفاقاتی که در دوران نادرشاه، در دوران کوتاه در واقع پادشاهی نادرشاه اتفاق افتاد، هنوز عرض کنم که ما رو گریبان ما رو گرفته است. داستان از این قرار است که اگر بریم به اسلاید شماره 7، اسلاید شماره 7 سال 1732 میلادی که 274 سال پیش باشه، ما برمیخوریم به یه شخصیتی به نام نادرقلی افشار که حالا در مورد جزئیات اینکه چگونه به قدرت رسید کاری نداریم، ولی مسئله مهم این بود که اگر بریم به اسلاید شماره 8، میدانیم که نادرقلی افشار در دشت مغان بود که پادشاهی خودش رو اعلام کرد و از همه بزرگان ایران در اونجا در واقع بیعت گرفت. در این دشت مغان اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که خب همه روحانیون گردن کلفت شیعه‌ای که قبلا در دستگاه صفوی بودن آمده بودن اونجا جمع شده بودن و نادرشاه میپرسید که آقا شما کی هستید؟ اون میگفت مثلا من وزیر چوشی هستم، اونی که میگفت من رئیس اونجا هستم. از آقایون علما پرسید که شما چی کاره این؟ اینها گفت یعنی کار شما چیه؟ اینها گفتند که ما دعاگوی دولت از کنم که علیه هستیم.
داداش هم خنده ای کرد و گفتش که به نظر میرسه که دعاتون کار نمیکنه، برای اینکه افغان ها آمدن و این دولت علیه شما رو که داغون کردن. کاملا معلوم بودش که اون در ذهن خودش دارای یک برنامه و نقشه ای هست. اگر بریم به استادی شماره 9، در اونجا میبینید که نادرشاه افشار میگوید که من پولی رو که دولت به آخوندها میده قطع میکنم و شما باید بروید و بابت کار خودتون زحمت بکشید، از دسترنج خودتون کار بکنید، چون دعای شما دیگه اثر نداره و دولت صفوی از بین رفته است. به این ترتیب سازمان مذهبی صفویه منحل میشود. در کنار این، در اسلاید شماره 10 ما میبینیم که نادرشاه یک برگ دیگری رو بر زمین میگذارد. برگ برنده دیگری رو میگذارده و اون این است که میگوید که مگر شما نمیگوید که دارای مکتب فقهی به نام جعفری هستید که از امام جعفر صادق منبعث شده است. خب ما میاییم این مکتب فقهی جعفری رو میگذاریم در کنار اون 4 مکتب فقهی سنی که میشناسیمشون، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی هستن، اینا میشه جعفری. و در نتیجه ما به یک نوع وحدت عالم اسلام میرسیم که در زیر سقف اسلام 4 مکتب فقهی وجود داره که شام جعفریه و ما دیگه نمیتونیم بگیم که مکتب فقهی جعفری مذهب رسمی مملکت ما هست. این خودش یک ضربه بزرگی است به ماجرا. و بالاخره در اسلاید شماره 11 ما میبینیم که نادرشاه در واقع یکی از عللی که مجبور میشود به هندوستان لشکر بکشه این است که نمیتواند از بزرگ مالکان و فئودال های ایران که در زمان صفویه اینا ریشه کرده بودند، جا خوش کرده بودند، مالیات بگیره و برای خرج دولتش هست که ناچار میشه بره به فتح هندوستان و غیره. و بالاخره او در سال، در اسلاید شماره 12 میبینیم که او در سال 259 سال پیش هست که نادرشاه کشته میشه. بینندگان عزیز، در برنامه نسیم شمال از تلویزیون کانال 1 رو منظم فرمایید. در حال گفتگو هستم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا درباره جامعه شناسی تشیع یا جامعه شناسی دین در دوران قاجاریه و گفتگوی ما ساعتی است که آغاز شده است و من اکنون میخوام یک سوال دیگر رو از دکتر نوریالا مطرح بکنم. در فاصله کشته شدن نادرشاه افشار تا به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار ما یک دوره هرج و مرج رو در ایران ناظر و شاهد هستیم و در همین دوران هست که آخوندهای در واقع ملاها یا روحانیون 12 امامی توانستند که پایه های قدرت خودشون رو مستحکم کنند. آیا آیدتون ریالا این نتیجه‌گیری درسته و اگر درسته ممکنه در موردش توضیح بدید که چرا؟ بله 100%. عرض کنم اگر اسلاید شماره 13 رو بگذاریم، اسلاید شماره 13 اتاق فرمان، بله داریم اسلاید. بله در اینجا میبینید که یک دوره 51 ساله هرج و مرج رو اثر میگذارونیم که با کشته شدن نادرشاه افشار آغاز میشه. در این دوره هست که خب نادرشاه آمده است و این چیز رو از بین برده، این سازمان مرکزی رو از بین برده، سازمان دینی رو متلاشی کرده، آخوندها متفرق شدن، هم در حال فرار از دست افغانها و بعدم به علت ناامیدی از دست نادرشاه افشار و رفتن در قسمت‌های مختلف، به خصوص عده‌شون هم رفته بودن به طرف عراق که برن به نجف و کربلا که در اون موقع چون عراق در دست عثمانی ها بود و عثمانی ها مشهور شیعه کشی بودن، اینها گیر میکنن تو این کوهپایه ها و نمیتوانن خودشون رو به عراق برسونن و در نتیجه ما الان اکثر آخوندهایی که میبینیم در تاریخ بعد از نادرشاه تا امروز اکثرشون مال اون منطقه هستن. ما از آقای خود خمینی گرفته تا کاشانی تا از هر کدوم رو که نگاه بکنید ببینید که مربوط به اون منطقه خاص میشن و
و همیشه این سوال وجود داره که ما چرا اینقدر از اونجا آخوند داریم، در حالی در دوران صفوی اینطور نبود. واقعیت این است که اینها همون آخوندهای صفویه و جبل عاملی هستند که در موقع حمله افغان ها فرار میکنن به طرف عراق و چون راه بسته است در این کوهپایه ها گیر میکنن در گلپایگان و غیره و انواع و بعد از مثلا یه نسل دو نسل اینها محلی میشن و در نتیجه در اسمشون آیت الله گلپایگانی، آیت الله خمینی و غیره بیرون میاد و در واقع اینها به علت تفرقه، به علت رفتن به اونجا به جاهای مختلف کشور و در این حال به علت اینکه کشور دیگه خانخانی شده و هر بزرگ مالکی در یه گوشه‌ای هست، این آخوندها سعی میکنن که خودشون رو به این زمینداران بزرگ، خانهای بزرگ نزدیک بکنن و از طریق اونها عرض کنم که تغذیه بکنن و در محل صاحب قدرت بشن. و اینجا هستش که متوجه میشن که کاری که در عهد صفویه انجام شده و اینها فقه شیعه رو از اجتهاد برگردوندن به اخباریگری مزاحم کارشون میشه. حالا آخوندها متفرقن، هر کدوم باید در محل خودشون برای خودشون صاحب عقیده و صاحب عرض کنم که فتوا باشن و در نتیجه دو مرتبه گرایش پیدا میشود به این که ما بیاییم و فقه اثناعشری رو از اخباری برگردونیم به اجتهادی و مجتهد ساز بشیم. در عرض کنم که چیز بعدی استادی شماره 14 میبینید که از تبدیل فقه اخباری به اصولی به خصوص به دست یک آیت اللهی به نام محمد باقر وحید بهبهانی که باز میبینید از بهبهان یعنی از هم خطه میآید در میخوریم. و این قضیه شوخی داری نبودش که امشب بخوابیم فردا صبح بگیم که آقا فقه ما اصولی شد، دو مرتبه ما مجتهد شدیم. این با مقاومت بسیاری از کسانی که باور داشتن به این مسائل و متوجه این مصالح سیاسی اقتصادی نبودن روبرو شد و در نتیجه مجبور شدن که این آقایون کشدار بکنن، یعنی آخوندهای اخباری رو بکشن و تا بتونن جا بندازن این ماجرا رو. یعنی معمولا این جریان خونینی که در داخل آخوندهای شیعه اثناعشری در ایران پیش آمد که منجر شد به اینکه مجتهدین بتونن به خصوص به کمک زمینداران بزرگ و قدرت‌های محلی به نیت خودشون برسن، یکی از نکات مغفول یعنی مورد غفلت قرار گرفته تاریخ معاصر. اما در کنار وقتی که مجتهد درست شد و مجتهدان متفرق و ناب هم پیوسته در سراسر ایران پیدا شدن بود که آخوندها یک عرض کنم که نظریه جدید رو هم به وجود آوردن و اون در اسلاید شماره 15 آمده است. اسلاید شماره 15 داریم آقای دکتر بفرمایید. که میگوید که فرضیه مرجعیت و تقلید مطرح میشه. ما امروز فکر میکنیم که همیشه فقه شیعه به همین مقلد و مقلد و تقلید و غیره وجود داشته، در که اینطور نبوده. ما نه پیش از صفویه و نه در دوران صفویه دارای مرجع تقلید به صورت نبودیم که بگوید که هر مسلمان شیعهی باید مقلد یک آخوند باشد، همچین چیز اصلا وجود نداشته. اما این آخوندها حالا که متفرق شدند، حالا که مجتهد شدند، آمدند به این پرونده یک مسئله به نام تقلید رو هم سنجاق کردند و به این ترتیب میگوید که هر آدمی تو محل خودش باید یکی از این آخوندهای مجتهد شده رو به عنوان مرجع تقلید خودش از کنم که انتخاب بکنه و خمس و زکاتشو بده به اون. یعنی حالا که خزانه صفوی تعطیل شد به وسیله نادرشاه افشار، اینا از طریق ایجاد جریان تقلید این کار رو میکنن و در واقع میگویند که ما چون تقلید میدونیم که از قلاده میاد و قلاده میاد به معنی این چیزی که میدونن گردن حیوان و میکشنش، ما از این به بعد در هر محلی یک مجتهدی داریم که مرجع ماست و بقیه مردم کل انعام هم همه یک دونه رشته تقلید برگردنشون بسته شده و اینا باید از این بابا
از کنم که تقلید بکنن. و خب میدونیم که در اسلاید شماره 16 میبینیم که در سال 1765 که 241 سال پیش باشه هست که کریم خان زند حکومت زندیه رو در شیراز اعلام میکنه و ما میبینیم که در همین فاصله دیگه آخوندهای اخباری ازشون خبری نیست. و در اسلاید شماره 17 ما میرسیم به مرگ کریم خان زند و دورانی که در واقع میشود گفتش که با یک سری هرج و مرج همراه هست و میرسد به اسلاید شماره 18 که در واقع بالاخره از دل این هرج و مرج کسی به نام آقا محمد خان از ایل قاجار میتواند رقبا را از بین ببرد و به عنوان شاه در 211 سال پیش تاجگذاری بکنه و تهران رو هم بیاید و عرض کنم که پایتخت خودش بکنه. آقای دکتر نوریالا، به جای بسیار حساسی رسیدیم. در جایی میخوندم که در دوران فتحعلی شاه قاجار برای اولین بار این مجتهدین شیعه بودند که تاج شاهی رو بر سر پادشاه ایران گذاشتند و به این ترتیب میخواستند بگویند که مشروعیت حکومت در دست روحانیت و پادشاه قاجار بدون اجازه روحانیون شیعه اجازه آب خوردن نداره. به عبارت دیگه در مقابل اون دوران نادرشاه افشار ما میبینیم که اگرچه نادرشاه سعی کرد که روحانیت شیعه رو تضعیف بکنه، اما نهایتا عمل اون منجر به رشد و تقویت نهاد تشیع شد و آخوندها و رهبران تشیع. ممکنه در این باره توضیح بدید؟ البته بسیار دقیق فرمودید. عمل نادرشاه بیشک به خاطر اینکه نتونست اعمالش بکنه و انجامش بده منجر به وضعیتی شدش که تا پیش از انقلاب اسلامی در جامعه ما جاری و ساری بود، به این معنی که ما وقتی که خب آقا محمد خان که عمر طولانی نکرد پادشاهیش و وقتی که فتحعلی شاه قاجار تاجگذاری میکرد، ما با مسئله رو برو بودیم به نام در واقع ایران تکه پاره شده که در هر گوشه ایش گردن کلفتی حکومت میکرد و یک دونه مجتهد هم به او چسبیده بود و بازار هم که اون کنار بود، بازار و مسجد و دارالحکومه سه تا ساختمونی بودن که در کنار هم قرار داشتن و در واقع هم نشانه حکومت های مستقل بودند یا خودگردان و خودمختار بودند و هم نشانه نفوذ متحد این سه نیروی سگانه بودند. به طوری که وقتی فتحعلی شاه خواستش تاجگذاری بکنه، هنوز این بحث مشروعیت را آخوندها ادامه میدادند که آیا، چون در دوران صفوی صفویه رو گفته بودن که این مشروع است و چون شیعه را آورده و مسلط کرده بر ایران، بنابراین اینها کسانی هستند که مجاز هستند بر ایران حکومت بکنن و نمیتوان بر علیه اونها طغیان کرد. حتی برخی از آخوندها بودن که گفته بودند که حکومت صفویه تا زمان ظهور حضرت هادی مهدی ادامه پیدا خواهد کرد. که خب اینطور نشد و از کنم افغان ها حساب اینا رو رسیدند و غیره. و حالا قاجاریه و به خصوص فتحعلی شاه میخواد یه جوری بگه که من هم حکومتم شرعیست، مشروع است و حالا دیگه کسی نمونده که منبع مشروعیت باشد جز این آقایون مجتهدین. و به همین دلیل است که تیه یک پروسشن یا نمایش سمبولیک این تاج پادشاهی رو میذارن تو سینی و مجتهد وقت تهران میرود جلو و این تاج رو میدهد به شاه و به طور سمبولیک میگوید که عرض کنم که من دارم از جانب خداوند و پیغمبر و ائمه و امام غایب این تاج رو میدم به تو. و در واقع درسته که مشروعیت دست منه، ولی من تو رو مأمور میکنم که شاه بشی. یعنی از زمان فتحعلی شاه دیگه شاهان ایران
اون شاه سابقی که مردم میشناختن نبودن، اینها کارگزاران روحانیت وقت بودن. همون چیزی که در دوران رضا شاه باز از طریق عمل سمبولی که شاه خودش تاج رو بر سر خودش میگذاشت و بعد محمد رضا شاه هم این کار رو تکرار کرد، در واقع به طور سمبولیک میگفتن که ما مشروعیت پادشاهی خودمون رو از روحانیت نمیگیریم، بلکه این رو به عرض کنم که زور خودمون و توانایی خودمون تا تونستیم این کار رو بگیریم. حال اون که باز دو مرتبه در دوران جمهوری اسلامی ما میبینیم که این آقای رئیس جمهور که در واقع جانشین شاه شده است باید برود و فرمان خودش رو از دست رهبر بگیره، دست رهبر ماش بکنه. در واقع این مجتهدینی که در توانستن در طی اون 50 سال هرج و مرج به قدرت برسند هستند که شاه رو کارگزار خودشون میکنند و از اون به بعد هست که کل حکومت قاجاریه تحت تأثیر تصمیم گیری و نظرات اینها قرار میگیره و عاقبت هم مجبور میشن شاه ها که یه فکری در این مورد بکنن که به طوری که در آینده خواهیم دید این کار عملی نمیشه. اگر که اسلاید شماره 19 بریم، اسلاید شماره 19 رو بله رسیدیم به تاجگذاری فتحعلی‌شاه که شما توضیح دادید. بله. اسلاید شماره 20، در اسلاید شماره 20 هست که ما میبینیم در 197 سال پیش اتفاق عمده‌ای که باز تاریخ ایران رو برای همیشه تغییر داد پیش آمد و اون آغاز جنگ‌های ایران با روسیه بود. ما باید توجه بکنیم که در 200 سال پیش آنچه که در سطح کره زمین غالب بود تبدیل شدن امری به نام امپراتوری سازی هایی که از کوروش کبیر آغاز شده بود، آمده بود جلو تا رسیده بود به امپراتوری روم شرقی، این جای خودش رو رفته رفته به یک شکل جدیدی از امپریالیزم به معنای امپراتوری مداری میداد که اسمشو گذاشته بودن کلونیالیزم یا استعمار. یعنی دولت های اروپایی پس از این که درگیر شدن در جنگ با عثمانی ها و راه ارتباطیشون با شرق عالم بسته شد، شروع کردن در صنایع خودشون پیشرفی کردن، کشتی سازی رو پیش آوردن، کشتی سازی موجب شد که اینها در دریاها بتونن حرکت کنن و فکر کردن که بیاین و از طریق دیگری خودشون رو به شرق دور، به چین و غیره برسونن و در نتیجه این باعث شد که کشتی های اونها بیاد و دماغه رو که خودشون اسمش گذاشتن دماغه امید در انتهای آفریقا کشف بکنه که آنها بتونن اون رو دور بزنن و از اقیانوس عرض کنم که اطلس وارد اقیانوس هند بشن و از اونجا برن، که این یه حرکت عمده ای بود. و از طرف دیگه بعضی از کشتی ها مثل کشتی های کلمبوس هم راهشون رو گم بکنن به هوایی که دارن میرن هند بیان و قاره امریکا کشف شه. همه این حرف ها به علت جنگ اروپا ونیز با عثمانی بود که دیدیم یکی از نتایجش این بودش که در ایران شیعه به وجود آمد، صفویه به وجود آمد و در این حال در جهان نیروی قاهره‌ای پیدا شد که دیگه برای امپراتوری سازی ناچار نبودش که تنها برود و کشورهای اطراف خودش رو بگیره. الان از لحاظ پیشرفت‌های تکنولوژیک به جایی رسیده بود که میتونستش بره در اقصی نقاط عالم یه جایی رو بگیره و این رو کلونی خودش یا مستعمره خودش بکنه. همان گونه که ما میبینیم که کشورهای آغازش با اسپانیا بود، بعد ایتالیا و بعد بودش که از کنم که سالها بعد بود که انگلستان و فرانسه و بعدش هلند و اینها و بعدم روسیه، اینها پیوستند به باشگاه از کنم که استعمارگران و تونستن در نقاط مختلف دنیا مستعمره درست بکنن. و حالا روسیه آمده بود ایران در شرق خودش و غرب خودش، در واقع شرق خودش با نیروی استعمار انگلیس در هندوستان همسایه شده بود و حالا در شمال هم نیروی استعماری روسیه آمده بود که
ایران رو بگیره و خودش رو برسونه به راه‌های گرم خلیج فارس و بتونه از اون طریق او هم در جدال فتح دریاهای گرم با کشتی‌ها یک شرکت کننده باشه. و این جنگ‌ها آغاز شد و در طی این جنگ‌ها بود که ایرانیان پی بردن به این که در این دوران 150-200 ساله‌ای که صفویان آمدند و شیعه و آخوند شیعه بر ایران مسلط شد، در واقع به خواب قفلتی فرو رفتند که در نتیجه اون اروپایی ها توانستند جهش تکنولوژیک، جهش علمی، جهش ادبی و هنری بزرگی بکنند و اکنون تبدیل به یک نیروی شدند که دیگه ایران بازمانده از دوران صفوی و گذر کرده از دوران هرج و مرج عرض کنم که افشاری و زندیه و اونها دیگه توان مقابله با اونها رو نداره. اما این مطلب رو که این جنگ ها باعث شدش به مثلا در اسلاید شماره 21 ما میبینیم که اسلاید شماره 21 رو داریم، میبینیم که عهدنامه گلستان، مثلا امضا کردن عهدنامه گلستان و از دست رفتن بخش های شمالی ایران که هنوز هم از ایران جدا هستن. در اینجا هستش که ما بر میخوریم به نقش عمده عرض کنم که روحانیت در این جنگ ها. یعنی که کسانی که کار ارتشی میکردن از عباس میرزا گرفته تا قائم مقام و غیره، اینها متوجه این بودند که هماورد روسیه نیستند و در این جنگ شکست خواهند خورد و ممکنه که کل ایران را دست بده. بنابراین اصرار داشتن که این رو به یک جایی برسونن، در حالی که مجتهدین شیعه بدون توجه به همه این مسائل، همونطور که در زمان جنگ با عراق گفتن که ما میرویم و تو اورشلیم رو هم میگیریم و کربلا وسط راه ماست، اونجا هم گفتن ما اصلا میریم تا خود مسکو رو هم میگیریم و در واقع فتوای جهاد دادن، گفتن بر هر شیعه اثناعشری واجب است که برود و با روس‌ها بجنگد و نتیجهش هم این شد که بخش‌های عمده ایران در شمال ایران از دست رفت و رسید به دست روسیه. و در اینجا بود که ما باز به یک مرحله تحولی از تاریخ شیعه می‌رسیم که می‌شود اسمش رو در اسلاید شماره 22 گذاشت خلع لباس از یک روحانی، از یک روحانی که شیخ احمد احسایی، شیخ احمد احسایی که در 182 سال پیش عرض کنم که او دست به کاری زد که تمام این دستگاه و دستک و دنبک مجتهدین و آخوندهای مسلط بر ایران رو داشت به هم می‌ریخت و ناچار شدن که از او خلع لباس بکنن. صحیح. عرض کنم که دو قضیه از این قرار بود که شیخ احمد احسایی اولا یکی از آخوندهای گردن کلفتی بودش که در دوران خودش که می شود گفت شاید بالاترین مقام روحانی رو داشت. اهل احسا از یکی از جزایر از کنم که خلیج فارس بحرین بود و در امر اخبار و اصول و اجتهاد و غیره سرآمد همه بود، به طوری که مثلا هر وقت می آمد در سفرها گزارش بسر به تهران می افتاد، تمام مجتهدین حاضر در تهران می رفتن و پشت سر او نماز می خوندن. در چنین مقامی ایشون بود و ایشون رفته رفته شروع کردن به آوردن یک نظریه صرفاً فقهی که اثرات سیاسی عمده‌ای داشت و می توانست عمده‌تر هم بشود. و اون این بود که ایشون یک مسئله رو مطرح کردن به نام مسئله فیض و گفتن که خداوند متعال مهربان تر از آن است که جهانیان رو از فیض خودش محروم بکنه. و در نتیجه این درست نیست که ما فکر کنیم که مثلا 800-900 سال پیش امام 12 ما به غیبت رفته است و در نتیجه فیض ارتباط با عالم غیب از ما گرفته شده و ما از راهنمایی یک رهبر متصل به عالم غیب محروم هستیم. و در نتیجه آمد و یک تئوری یا نظریه فقهی جدیدی داد که
مشهور است به تئوری رکن رابع. خیلی جالبه این رکن رابع، در واقع اگر که درست من فهمیده باشم یعنی ستون چهارم. بله بله درسته؟ درسته همین. ممکنه در مورد ستون چهارم توضیح بدین؟ البته. عرض کنم که ببینید ما در اسلام عرض کردم که ما ارکان مختلفی رو داریم. بله. در فقه نه، در خود اسلام دارم عرض کنم. بله. در تسنن قرآن یک رکن دین است. بله. پیامبر یک رکن دیگه. بله. از لحاظ اتصال به عالم غیب قرآن کلام خداست، از عالم غیب آمده، پیغمبر هم کسی است که به عالم غیب در تماسه. بله. در تشیع ما یک رکن سوم یا پایه سومی داریم به نام امامت. بله. پس از رحلت پیغمبر ائمه شیعه با عالم غیب در تماس هستند و در نتیجه فیض الهی به اصطلاح قطع نمیشه. بله. اما تا زمانه یعنی از زمان آغاز غیبت کبرا، چون در زمان غیبت صغرا باز 4 نایب وجود داشتن که میگفتن ما با امام در اتصالیم و از طریق او با عالم غیب در تماس بودن. بله. ولی پس از اینکه نایب 4 از جهان رفت، اتصال با عالم غیب هم قطع شد و از اون موقع تا دوران شیخ احمد احسایی دیگه ما در دوران غیبت کبرا به سر میبردیم و اتصال قطع. حالا شیخ احمد احسایی آمده است میگوید که نمیشود این قطع وجود داشته باشه، خدا مهربانتر از آن است که فیض خودش رو قطع بکنه. بنابراین حتما در جهان کسانی وجود دارند که هنوز هم میتوانند به عرض کنم که امام غایب دسترسی پیدا کنند و از طریق او این فیض رو به جماعت شیعه منتقل بکنند. این اتفاق در زمانه ای داشت رخ میداد که رفته رفته این تئوری که امروزه ما به نام ولایت فقیه میشناسیم کلن داشت در دستگاه مجتهدین اثناعشری جا میافتاد. به این معنی که اینها گفتن که خب ما که تاج شاه رو ما دادیم بهش، ما مرجع تشریع و شریعت رو عرض کنم که حقانیت حکومت هستیم. این بیاییم خودمون رو بگذاریم، یک اسم جدیدی به خودشون دادن، گفتن که ما نایب عام امام هستیم. یعنی این که امام که خودش تا موقعی که امام بود که بود، وقتی که ایشون غیبت کرد در طی 80 4 نایب خاص داشتن و پس از اون بود که 4 نایب گفت من دیگه کسی رو انتخاب نمی کنم. حالا این آخوندان مدعی شدن که خب نایب خاص از بین رفت، ما نایب عام هستیم به لحاظ تخصص شرعی و فقهی که داریم و در نتیجه ما در واقع جانشین امامیم. بله. اما شیخ احمد احسایی با آوردن تئوری عرض کنم که فیض و اینکه هنوز به خاطر اینکه خداوند مهربان است و فیض خودش رو قطع می کند، آدمیانی هستند که می توانند با امام غایب در تماس باشند، در واقع زیراب تئوری نایب عامی رو زد. همچنان در واقع نایب خاص رو آورد به یه صورت جدیدی به عنوان رکن رابع مطرح کرد. آیا لازم هست که اسلاید تازی رو ببینیم؟ اسلاید شماره 23 رو یا خیر؟ شماره 23 رو میتونی بذاریم؟ بله البته. بله بفرمید. اتاق فرمان خواهش میکنم. من گرم صحبت شدم و من حواسم هست. ببینید که در اینجا 3 رکن ما داریم: رکن نخست قرآن، رکن دوم پیامبر، رکن سوم امام. همه این ارکان اتصال به عالم غیب هستن. بله. و بعد عرض کنم که شیخ احمد احسایی است که میگوید من رکن رابع قائل میشه و در این حال زمزمه میکند بر این که اون رکن رابع خود من هستم. بله. و در نتیجه ببینید چه چیزهایی رو با همین تئوری کوچک خودش، به ظاهر کوچک خودش، به خطر میندازه. اجتهاد رو به خطر میندازه به خاطر اینکه وقتی که باز کسی با عالم غیب در تماس باشه دیگه نیازی به این نیستش که یه عده باشن که عقل خودشونو به کار ببرن و احکام رو صادر بکنن. بنابراین اجتهاد منسوخ میشه. در کنارش از کنم تقلید، وقتی که مجتهد نباشه و مرجع تقلید وجود داشته باشه، تقلید هم از بین میره.
و در این حال مشروعیت روحانیت برای اینکه حرف اول رو بزنه از بین میره، دادن خمس و زکات از بین میره. یعنی در واقع شیخ احمد احصایی با این کار خودش در واقع یک انقلاب بزرگی رو در عالم تشیع داشت به وجود می آورد که می توانست اساسا مسیر تاریخ ما رو عوض بکنه. و حرفش هم به دل خیلی ها می شه، به خصوص که تجربه جنگ ایران عراق، ببخشید ایران و روس هم وجود داشت و هرمان ها و ناراحتی های ناشی از شکست های این جنگ ها هم که متوجه عمل غلط و بیخردانه مجتهدین و در فتوای جهاد میشد هم بود و زمینه رو برای نارضایتی مردمان و به خصوص سران مملکت و از کنم که گردانندگان مملکت درباریون و غیره نسبت به مجتهدین فراهم کرده بود. و بنابراین شیخ احمد احصایی نفسش گرفته بود، خیلی دورش جمع شده بودن، اما این مانع از این نشد که روحانیون و مجتهدین دور هم جمع شن و به اتفاق فتوایی رو صادر بکنند مبنی بر این که شیخ احمد احصایی از دین خارج شده، کافر و مرتد شده. صحیح. به طوری که شیخ بیچاره رو میگیرن و لباس روحانیت رو از تنش به در میارن و وارونه سوار خرش میکنن و از دروازه قزوین بیرونش میکنن که برود به عتبات عالیات رو در اونجا بمیرد. به هر شیخ میره به اونجا و در حوزه درسی که اونجا ایجاد میکنه عرض کنم که شروع میکنه به درس دادن. و اگر که برویم به اسلاید شماره 24 داریم اسلایدو بفرمایید، میبینیم که پس از فوت او یکی از شاگردان او به نام سید کاظم رشدی مکتب او رو ادامه میده و در واقع مکتبی رو در فقه اثناعشری در کنار مکتب اصولی اجتهادی و اخباری به وجود میاره که بیشتر تمایل به اخباری داره و اسمش هستش مکتب شیخیه. بله. که از لحاظ فقهی اینها دارای عرض کنم که تمایلات اخباری هستند و به اجتهاد اعتقاد ندارند و از نظر باطنی معتقد هستند به اینکه رهبرشون یا مرجعشون در واقع متصل به امام هست و در واقع رکن رابع محسوب میشه. یعنی ما رکن رابع اول شیخ احمد احصایی بود، رکن رابع دوم سید کاظم رشدی بود که پس از فوت او بود که شیخیه به دو دسته تقسیم شدند، برای اینکه دو تا از شاگردان شیخ سید کاظم رشدی ادعا کردن که رکن رابع بعدی ما هستیم. ادعایشون رفتن دنبال یکی و شیخیه کرمان رو به وجود آوردن که هنوز هم وجود داره و یکی از اولین ترورهایی که بعد از انقلاب اسلامی انجام شد کشتن شیخ یا رکن رابع شیخیه کرمان بود که آقای به نام ابراهیمی بود. و یه دم رفتن طرف فکر میکنم میرزا شفیع، الان اسمش یادم نیست، تبریزی بود که به اونها میگویند شیخیه تبریز و تو عرض کنم که شاخه شدن. به هر حال آقای دکتر نوریالا، آیا این ماجرای شیخ احمد احصایی این آخرین موردی است که درباره مسائل جامعه شناسی تشیع، مسئله تشیع در ایران در دوران فتحعلی شاه باهاش مواجه هستیم؟ این آخرین مورده؟ اگر بریم به اسلاید شماره 25، من اولا در اونجا اشاره کردم که همزمان با جریان شیخ احمد احصایی ما فتوای جهاد علیه روسیه رو داریم و غیره و امضای عهدنامه ترکمانچای رو داریم در اسلاید 27 و ببخشید اسلاید شماره 27 یعنی 26 رو آقای بعد 26 که درباره فتوای جهاد علیه اجازه روسیه اتاق فرمان لطف کنید. بله نه بله 26 رو اول بیارید روی پرده روی صفحه مانیتور. بله 26 عهدنامه ترکمنچای هست 74 سال پیش دست میده و بعد هم هست که فتحعلی شاه میمیره. بله. و محمد شاه قاجار به عرض کنم که به قدرت میرسه. خود دوران این فتحعلی شاه خودش
یک دوران بسیار مهمی در تاریخ ایران هست، یعنی کاری عظیم میخواد اصلا خود این آدم و این جریاناتی که در کنارش بوده اصلا این چند تا اتفاقی که بعد برشمردم عرض کنم که قدرت مجتهدین، اعطای تاج به وسیله اونها، فتوای جهادشون علیه روسیه و بعد پیدایش شیخ احمد احسایی و مکتب شیخیه یا مذهب شیخیه حتی میشود گفت، اینها اتفاقاتی هستند که اگر که میتونستن در جامعه ایران ریشه پیدا بکنند به نظر بنده به هیچ روی کمتر از اون چی که در اروپا به عنوان پروتستانتیزم موجب شد که دگرگون بشه مسیحیت و آماده شود برای اینکه به جهان نو بپیونده و از قرون وسطا خارج بکنه جامعه اروپا رو، اتفاق می افتاد. متاسفانه قدرت عرض کنم که این مجتهدین طوری شد که با شیخ احمد احسایی چنین عملی رو انجام دادن و در نتیجه وقتی که محمد شاه تاج گذاری می کرد همچنان این مجتهدین بودن که توانسته بودن یک رقیب به اصطلاح کشتیگیرا قدر رو از میدون به در بکنن و قدرت خودشون رو در جامعه حفظ. اتاق فرمان اسلاید شماره 27 لطفا نشون بدین. بله، تاجگذاری محمد شاه رو داریم در 164 سال پیش. دقیقا آقای دکتر نوریالی، درست در دوران محمد شاه قاجار ما وارد یک دوره طوفانی تازه میشیم. در این دوران هست که جنبش باب به اعتباری و فتنه باب به اعتبار دیگر به وجود میاد و این یکی از فصول بسیار هیجان انگیز و بسیار مهم دوران قبل از پهلوی است، در دوران قاجار. ممکنه خواهش کنم در این مورد توضیح بدی؟ من فکر میکنم که عده‌ای از بینندگان ما سخت مشتاقن نظر شما رو در مورد جنبش باب و یا فتنه باب به اعتباری که عده‌ای بهش معتقد هستن در این باره توضیح بدید. حتما عرض کنم که اگرچه وقت ما برای پرداختن تفصیلی به این جریان کم است و در خور این هستش که ما در باره جریان باب و سپس جریان بهائیت به طور مستقل هم صحبت بکنیم، اما در رابطه با دوران قاجاریه میشود کمی بیشتر بهش پرداخت. من سعی میکنم با دقت و تفصیل بیشتری حرف بزنم. در دوران یعنی محمد شاه که به پادشاهی رسید، اگر که دقت بکنیم میبینیم که دربار محمد شاه یه درباریه که واقعا از دست آخوند مجتهد ذلت. هنوز ما در اسلاید 27 هستیم یا میتونیم بریم به اسلاید 28؟ عرض کنم که برویم به اسلاید 28 که در واقع 17 سالی رو که این دوره در بر میگیره رو خواهیم گفت. و اینها از یک سو، خب اگر حتی میتونیم بریم به اسلاید شماره 29 که میبینیم در 158 سال پیش ما جنگ هرات رو داشتیم که در واقع باز یه بخشایی از ایران که همین افغانستان فعلی رو شامل میشه ایران از دست داد به انگلیس ها، باخت در واقع. و از یه طرف دیگه فتنه، به قول اینها فتنه اسماعیلیه رو، یعنی میبینیم که یک جریان مذهبی شیعه دیگه هم بر علیه آخوندها قیام میکنه که اون شیعیان اسماعیلیه باشن که اونها هم سرکوب میشن و بخش عمدهشون ناگزیر به هندوستان میرون. و بعد عرض کنم که در اسلاید شماره 30 هست که ما به آغاز ماجرای باب یا سید علی محمد شیرازی میرسیم. آیا اسلاید شماره 30 رو داریم؟ بله بله داریم. عرض کنم که ماجرا از اینجا شروع میشه که این آقای سید علی محمد شیرازی یک جوان تاجر فرشی بوده است که عرض کنم که به علت تمایلات مذهبی که داشته سفر می کند به عراق و در درس‌های شیخیه عرض کنم که می نشیند و گوش می کند به اونها. در اینجا من باید یک پرانتزی رو از لحاظ جامعه شناسی باز بکنم و اون بگویم که تا قبل از دوران مدرن تاریخ بشر
که مسئله سیاست از مسئله مذهب و دین کلن جدا شده است، همه اتفاقات اجتماعی به زبان مذهب خودش رو مطرح میکرده و تحمیل میکرده است. یعنی هر کجا که مثلا شما ببینید که وقتی که رومی ها می آیند و اورشلیم، عرض کنم که مثلا 50-60 سال قبل از تولد مسیح رو می گیرند و پریشانی های بسیاری برای قوم یهود در اون منطقه ایجاد می کنند، مقاومت عرض کنم که این قوم به صورت پیدایش نهضت مسیحیت شکل میگیره به خودش ابتدا، اما چون این یک نوآوری مذهبی رو به خودش داره، مورد مخالفت روحانیون بر سر قدرت نشستن قرار میگیره و بالاخره میگیرن مسیح رو اعدام میکنن. همین ماجرا در مورد از کنید مثلا زرتشت هم پیش آمده. در هر کدوم از این یا مزدک، هر کدوم رو که بگیریم، اینها کسانی هستن که دارن به اقتضای زمانه دارن جواب میدن، اما در کار خودشون موفق نمیشن، در حالی که دیگرانی مثل مثلا پیامبر اسلام یا حضرت موسی و غیره هستن که در کار خودشون موفق میشن و موجب میشوند که علاوه بر اینکه مسئله بحران اقتصادی اجتماعی زمانی اجتماعی رو در جامعه حل بکنند، در این حال روحانیت قبل از خودشون هم از بین ببرن و منحل بکنن. یعنی اینکه بحرانی که در ایران جاری بود در 150 سال پیش اقتضای به یک نوآوری میکرد که زمزمش یک نوآوری در دل مذهب میکرد در واقع، که زمزمش با تئوری های شیخ احمد احسایی آغاز شد، رفت و تبدیل شد به نهضت شیخیه که به سرعت در ایران جای خودش رو باز میکرد و عاقبت رسید به این جوان شیرازی که در بغداد نشسته است، در عرض کنم که محضر علمای شیخی. در اون موقع در ایران اینقدر وضع پریشان بود که دوباره مسئله این که چیزی به ظهور حضرت امام 12 نمانده است مطرح بود و به خصوص در دل مکتب عرض کنم که شیخیه این قضیه به وفور مورد بحث قرار می گرفت که ما به زمانه آخر الزمان نزدیک شده ایم و به زودی امام غایب ظاهر خواهد شد. و در نتیجه حتی مثلا سید رشدی به پیروان خودش می گفت که برید در ایران بگردید و این امام که در حال ظهور کردن رو پیدا کنید و بهش بپیوندید. یعنی اینقدر قضیه آمادگی برای ظهور امام 12 در ایران جدی و شایع شده بود. آقای محمد شیرازی وقتی که در میگردد به ایران و شروع میکنند به ریاضت‌های بسیار زیاد و اغلب مثلا میرفته روی پشتبان خانهشون و رو به خورشید به ظل تابستون مینشسته و مشغول دعا و غیره بوده، بالاخره یک بار به یکی از نزدیکان خودش میگوید که من از طرف امام زمان مأمور شدم و نایب ایشون شدم. یعنی اون حرفی رو که شیخ احسایی با زمزمه میگفت ایشون صراحتا میگوید و میگوید که من باب امام زمان هستم و آمده ام که مژده بدهم برای اینکه به زودی امام زمان ظهور خواهد کرد. و واقعا این که بگوید که مثلا یک آدم دیوانه‌ای آمده بود و یه حرفایی میزد و اینها، با توجه به وسعت پیوستن مردمان و به خصوص بسیاری از علمای اخباری شیعه به ایشون در سراسر ایران، به طوری که شاید بشه گفت در عرض 5-6 سال چندین میلیون نفر به ایشون پیوستن، نشانه آمادگی کامل جامعه ایرانی به
پیدایش یک مکتب نوآورانه مذهبی بود که بتواند جلوی اجحافات و نامردی ها و نامردمی های عرض کنم که مجتهدین شیعه رو بگیره. و در نتیجه خب اولین کسانی هم که متوجه خطر شدن همین روحانیون بودن. نکته جالب در این است که شما وقتی که به ترکیب دربار محمد شاه و درباریان او و فرستادگان او به مناطق مختلف مملکت توجه بکنید، ببینید که اینها هم انقدر از دست مجتهدین شیعه به جان آمده بودند که هیچ از این جریانی که به وسیله سید باب داشت مطرح میشد بعدشون نمی آمد. و در نتیجه در اینجا از این که کارگزار علمای شیعه باشند و بخواهند این مدعی جدید رو از بین ببرند احتیاط میکردند و حاضر نبودند این کار رو بکنند، به طوری که حتی وقتی که در شیراز ایشون رو دستگیر میکنند و میفرسند، ایشون به اصفهان که میرسند از کنند که معتمد دوله اصفهانی که در واقع فرماندار ایالت اصفهان بوده است، او رو در خانه خودش نگه داره و پذیرایی میکنه و ایشون سید باب در خانه ایشون میمونه، با پیروان خودش در ارتباط بوده، مکاتبات مفصلی داشته است و در سراسر ایران دارای عرض کنم که مریدان بوده است و تنها وقتی مجبور یعنی از این حفاظ بیرون میاد که منوچهرخان مطرددوله میمیره و این میرسد در واقع اگر که فکر میکنم اسلاید شماره 31 بریم به اسلاید شماره 32. 31 رو نداشتیم آقای دکتر، الان 31 هستیم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه. وقتی که میرسیم به سلطنت ناصرالدین شاه هستش که ما میبینیم که در سیاست دولت هم نسبت به مجتهدین و هم نسبت به بابیه در واقع یک تغییر عمده صورت میگیره. و در نتیجه میشود گفتش که در دوران پادشاهی محمد شاه قاجار خود دربار و درباریان و اعوان و انصار آنها بودند که با نظر مساعد به جریان باب نگاه میکردند و غیره. در همین مدت هستش که رفته رفته سید علی محمد شیرازی این مسئله بابیت رو میرسوند به این که زمزمه این رو آغاز میکنند که من اصلا خودم اون امام منتظر شما هستم و آمدم که جهان رو به عدالت بکشونم و دست به عرض کنم که نوآوری های خیلی وسیعی که در واقع ادامه نوآوری های شیخ احمد احسایی هست میزند که خب اون دیگه میشود مراجعه کرد به عرض کنم که فرمان های ایشون از یک سو در باب آزادی های اجتماعی، در باب این که مثلا زن و مرد با هم دیگر مساوی هستند، در باب این که نمیدونم نجس و کافران حرفا وجود نداره و مسلمانان میتوانند با زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها ازدواج بکنند، با هم ارتباط داشته باشند و غیره مطرح میشه و در این حال فرمانهایی که ایشون صادر میکنه برای این که بروید مدارس جدید درست بکنید، دخترانتون رو بذارید به مدرسه و غیره، همه اینا نشانه این استش که ما در یک مرحله عرض کنم که پروتستانتیزم ایرانی قرار گرفته ایم که میخواهد تمام قیودی رو که آخوندها در واقع این در تیون دین اسلام ندارن، آخوندها این رو بافته بودن در طی 200 ساله این رو منسوخ بکنه. و در نتیجه میرسیم به بزنگاه سلطنت ناصرالدین شاه در 150 سال پیش که یک مرتبه یک تغییر عمده‌ای در سیاست دولت به وسیله خود ناصرالدین شاه و وزیر او امیرکبیر صورت میگیرد که به نظر بنده یکی از مواردی است که هنوز تاریخدان‌های ما حتی کسانی مثل دکتر آدمیت و خانم هما ناطق و غیره هم روش به دقت کار نکردند که به ما توضیح بدن که چرا این تغییر سیاست پیش آمد و چرا امیرکبیر پس از مرگ منوچهرخان متمدالدوله تصمیم گرفتش که
باب رو منتقل بکند از اصفهان و بفرستد به آذربایجان و ایشون رو در اونجا زندانی بکند و بعد هم در واقع این من اشتباه لفظی که کردم این بودش که باب رو از بعد از فوت منوچهر خان معتمدزاده فرستادن به از کنم آذربایجان، ولی در اونجا همچنان جانش مصون بود و در اون موقع ناصرالدین شاه ولیعهد بود و امیرکبیر هم بر دستش بود و در تبریز بودن اونها و در همون جا بود که عرض کنم علمای مجتهدین محل رو جمع کردند که بیایند و با باب مباحثه بکنند و خب علما هم به طور طبیعی و حتی منطقی گفتند که نه آقا این آقا امام زمان نیست و مدعی است و از دین خارج شده است و فتوا دادن و حتی مجبور کردن که سید باب هم اظهار پشیمانی بکنه از آن چیزی که گفته و در واقع همون راه تقیه‌ای رو پیش بکشه که مجتهدین شیعه در طول تاریخ انجام داده بودند، با این تفاوت که سید باب به تقیه اعتقاد نداشت و یکی از چیزهایی که منسوخ کرده بود خود تقیه بود که در اینجا مجبور شد که چنین کاری رو بکنه، اما همچنان حتی وقتی که او رو تبعید کردن به قلعه چهریق در کردستان همچنان با مریدان خودش در جاهای مختلف در تماس بود و حتی نامه می نوشت به اینو و بالاخره امیر کبیر بود که تصمیم گرفت که باب رو بکشه. باب رو عرض کنم که با طناب کشیدن بالا، طنابی که به بازوانش بسته بودن و یک گروه سرباز رو آوردن که ایشون رو که معلق بود در هوا عرض کنم که تیرباران بکنند، که این خودش جالب است که اینها نتونستند سربازهای مسلمان بیارن برای این کار، برای اینکه این سربازها از یه طرف میگفتن این سیده و از طرف دیگه تردید داشتن خب نکنه این امام زمان باشه و در نتیجه مجبور شدن برن یک فوج سرباز ارمنی بیارن که این تیرباران صورت بگیره، که در اونجا اتفاق شگرفی هم که افتاد این بود که تیرها خوردش، اولا تیرها یک دود غلیظی رو که صحنه رو پوشاند به وجود آوردن و تیرم خوردش به تنابه و سید باب به زمین افتاد که اگر توانسته بود متواری بشه که اصلا دیگه اصلا قضیه شکل دیگری میشد که این اتفاق نیفتاد و ایشون رو گرفتن و تیربارون کردن و جسدش هم انداختن در خندقی در بیرون تبریز که مثلا تومه و یا خوراک وحوش بشود، که البته عده ای از مریدان او شبانه رفتن و این جسد رو برداشتن و طی ماجراهایی که اون خودش داستان عجیبی دارد چندین سال پیش توانستن که بازمانده پیکر باب رو برسونن به عرض کنم که اسرائیل فعلی که اون موقع فلسطین بود و در اونجا عرض کنم که درک‌ها دفن بکنن که الان اونجا مرکز عرض کنم که زیارتگاه در واقع بابی ها و ازلی ها و بهایی هاست، که اون داستان دیگری رو بله عرض کنم که اگر به اسلاید 33 رفته باشی ایلا اسلاید شماره 33 اتاق فرمان در واقع میرسیم به آخرین سال اون 17 سالی که ماجرای بابیه درش جریان داشت و میبینیم که در سال 105 یعنی در 150 سال پیش در 1848 بالاخره امیر کبیر دستور قتل باب رو میده که به صورتی که عرض کردم انجام شد و خودش هم عرض کنم که دو سال بعد یعنی در 148 سال پیش به دستور ناصرالدین شاه کشته میشه و در اینجا هستش که من فکر میکنم که بد نباشه من یک نکته رو بگویم و بریم به طرف اسلاید بعدیمون که حال بعدن خواهیم گذاشت که در واقع ختم برنامه امشب باشه. خواهش می‌کنم. اون عبارت از این است که یکی از هوشیاری هایی که سید باب در آغاز کار خودش به نظر بنده نشون داد این بود که چون قصد نوآوری در مذهب رو داشت و می‌دانستش که این مسئله مسئله‌ای است که روحانیت رو روحانیت
اجتهادی رو متوحش میکنه و با او در خواهد انداخت، توجهش خود گذاشت به این که زیر چتر حمایت دولتی قرار بگیره. این کاری بودش که شیخ احمد احسایی نکرد و به اون روز دچار شد. اما ما دیدیم که این سیاست موجب شد که دستگاه ناراضی محمد شاه از روحانیت باب کنار بیاد و از او حمایت بکنه و نگذاره که از کنم که جلوش رو بگیرن، و در نتیجه امکان این رو داد که او شبکه گسترده از پیروان خودش رو به وجود بیاره. تا اینکه عرض کردم این از مبهمات تاریخیه که در تبریز زمان ناصرالدین شاه و امیر کبیر، که اون موقع امیر کبیر هم نبود در واقع، امیر نظام بود، چه اتفاقی افتاد که در اونجا اونها تصمیم گرفتن که وقتی که میان به تهران و ناصرالدین شاه تاجگذاری میکنه، قائله به اصطلاح خودشون بابیه رو تمومش بکنن. مسلماً تحت فشار شدید روحانیت بودن، شاید میترسیدن از اینکه همین روحانیتی که تاج رو به فتحعلی شاه داده بود تصمیم بگیره که تاج رو از اینها به پس بگیره، و به هر دلیلی بود اینها این سیاست ضد بابی رو انتخاب کردند و سید باب رو در 150 سال پیش کشتند و بعد هم امیر کبیر کشته شد. در اینجا یک حادثه‌ای رخ داد که در واقع می شود گفتش که اشتباه بازماندگان یا پیروان باب بود که موجب شدش که پروژه باب به کلی با شکست رو برو بشه، و آن این بود که این پیروان او از شدت عصبانیت نسبت به کشتن باب تصمیم میگیرن که ناصرالدین شاه رو هم بکشن، و در نتیجه توطئه قتل او رو به پیش میارن که توطئه نافرجامی بود، و ناصرالدین شاه بسیار از این مسئله خشمگین میشه و بلافاصله مجتهدین از این موقعیت استفاده میکنن و بین دستگاه سلطنت و بابی ها اختلاف میندازن و در واقع تشویق میکنن ناصرالدین شاه رو به این که به استناد فتوای اونها که بابی ها رو کافر و مرتد اعلام کرده بودن دست به قتل عام از کنن که بابی ها در سراسر ایران بزنه. بابی ها مجبور میشن که در چند نقطه ایران مثل از کنم که زنجان، تبریز، جاهای مختلفی قیام بکنن. در این قیام ها هستش که حتی کار به جایی میکشه که دیگه همه پرده ها کنار زده میشود و همون مسئله پیش میاد که مثلا پیروان مسیح کردن، یعنی در ابتدا مسیح ادعای منسوخ کردن مذهب قبلی خودش، مذهب یهودی رو نکرده بود، اما وقتی یه کار بیخ بده کرد پیروان او اساسا گفتن که مسیح یک پیغمبر جدید است و دین جدیدی آورده و دین قبلی رو منسوخ کرده. بابی ها هم به خصوص با حضور زن عجیب و غریبی به نام قرة العین در بین خودشون که هیچ وقت سید باب رو ندیده بود اما با او مکاتبه داشت، اول شیخی بود و بعد بابی شده بود، و سران دیگری که اونها داشتن، اعلام از کنم که منسوخ شدن مذهب اسلام رو اصلا کردن و گفتن که سید باب مذهب جدیدی رو به وجود آورده که این بیشتر منجر به این شد که بسیاری از مردم هم از اونها روی بگردونن، حتی بسیاری از بابی ها از اونها روی گردوندن، یکی اصلا گردن خودش رو، رگ گردن خودش رو برید، و در نتیجه آخوندهای اثناعشری دست باز پیدا کردن که با بازوی حکومت ناصرالدین شاه قتل عام عجیب و غریبی رو در ایران به پا بکنن و بابی ها رو بکشن. و جالب است که در 147 سال پیش در واقع قتل قرة العین که زندانی بود در همین محل بانک ملی خیابان فردوسی فعلی در فکر میکنم استاد شماره 34 رو باید ببینیم. درسته بله، بفهمید خواهش میکنم، که در واقع آخر استاد امشب ما. این قتل قرة العین متعادف شد با همون سالی که دارالفنون رو تأسیس کردن، یعنی
به طوری که این به صورت سمبولیک اگر به این ماجرا نگاه بکنیم میبینیم که با قتل قرة العین که اوج قتل عام بابی ها در ایران بود، در واقع همه مسئله پروتستانتیسم مذهبی در ایران و نوآوری های مذهبی در ایران به پایان رسید که در اروپا موفق شد و زمین ساز مدرنیزه شدن اروپا شد و خروج اروپا از قرون وسطا شد. اما در ایران در واقع جریان تجدد ایران که در تأسیس دارالفنون تجسم پیدا میکرد و سمبولیزه میشد، در واقع دال نوآوری مذهبی خودش رو از دست داد و در واقع از اون به بعد کسانی که ایده های قائم مقام و امیر کبیر و غیره رو برای نوسازی ایران و بردن ایران به دل عصر جدید دنبال می کردند، ناچار بودند که با نیروی به نام مجتهد اثناعشری که حالا رقیب خودش رو قتل عام کرده بود سر کار داشته باشند و در هر برهه از راه خودشون به صورتی با او عمل بکنند و معامله بکنند. در واقع دلیلم هستش که به همین دلیلم هستش که ما میبینیم که از اون به بعد در سخن روشنفکران در واقع تلیعه داران مشروطیت در ایران هستش که یک دو مزه احتیاطکاری و مصلحت اندیشی پیدا میشه. مثلا میرزا مرکب خان ارمنی مقاله می نویسه در اثبات این که چرا دموکراسی و آزادی و عدالت خواهی اصلا از اسلام منبعث شده و رفته است به اروپا و از اونجا می خواد اینها بگیرنش. یعنی که هی سعی می کنن که با یه نوع ماسمالی همه افکار و عقاید خودشون رو بچسبونن به اول اسلام و بعد به تشیع و بعد به تشیع اثناعشری که بتونن از این لحاظ به خیال خودشون مجتهدین تشیع رو هم به راه مشروطه بیارن. خطایی که موجب شدش که وقتی که قانون اساسی مشروطه نوشته شد و امضا شد بلافاصله و حتی کار به جایی کشید که شیخ فضل‌الله نوری رو که مجتهد درجه یک تهران بود مشروطه طلبان به دار زدند، اما افکار او، مخالفت او با اصول آزادی و حریت به اصطلاح اونها و عرض کنم که تجدد بیاید و به صورت متمم قانون اساسی و نشاندن اون پنج مجتهد اعظم در رأس مجلس دارالشورا که باید همه مصوبات اونها رو از نظر شرعی تصویب بکنند، همون چیزی که امروزه به عنوان عرض کنم که شورای نگهبان در ایران مشغول کار است، به وجود بیاد. اینها همه به لحاظ این است که جریان تجدد در ایران بال نوآوری مذهبی خودش رو از دست داد. خیلی متشکرم. فکر میکنم اگر بتونم در 2-3 دقیقه بدون اینکه به اسلاید تازهی بریم چون وقت نداریم، فقط نظر شما و نتیجه گیری شما رو داشته باشم اگر اجازه فرمایید، از اینکه ما در واقع در چقدر زیبا شما تشریح کردید قتل تا قطاره قرة العین رو درست همزمان میشود گفت با تأسیس مدرسه دارالفنون در ایران. آره، در همون سال اتفاق افتاده. عجیبه، نیاز به اصلاح و نیاز به رفرم در ایران به چشم میخوره، نیازش حس میشه، اما استاکران دینی رو به قتل میرسونن. استاکران غیر دینی، آیا امیرکبیر جزء این استاکراست و این بالاخره تضادی رو که در کاراکتر امیرکبیر هست شما چه پیشنهادی دارید؟ از کجا باید بهش روی کرد و فهمید که به هر حال این امیرکبیر با این نقش دوگانش کجا ایستاده؟ چه می شود؟ من خواهش میکنم این مقدار بیشتر توضیح بدید در مورد پرسشی که برای نقش امیرکبیر هست. من دو بار توی همین صحبت امشب خودم اشاره کردم، به این مطلب اشاره کردم که این از مبهمات تاریخ معاصر ماست و به نظر من اون جاییه که باید به دقت بهش برسیم و ببینیم که چرا امیرکبیر متوجه این نشد که بدون اصلاحات مذهبی، بدون کوتاه کردن دست مجتهدین شیعه اثناعشری از امور مملکت، به عبارتی از جدا کردن دین از سیاست، یعنی چیزی که
هم شیخ احمد احسایی و هم سید باب دنبالش بودن و بعدا این البته در جریان پیدایش دین بهائیت اصلا یکی از پایه های کار شد، جدایی دین از حکومت. به دلائلی امیر کبیر متوجه ضرورت این ماجرا برای اصلاح وضع اقتصاد، سیاست، از کنم که همه جنبه های زندگی مردم، راه های زندگی مردم نشد و دست به خالی کردن میدان رقابت با مشتری زد. عجیبه. من واقعا پاسخ درستی به این ندارم، ولی اثرات عمده اون رو که تا به امروز کشیده شده است به رأی العین میبینم. یعنی امیرکبیر با همه بزرگی که از لحاظ ایده های خودش داشت، از لحاظ اقداماتی که کرد داشت، به نظر من در این مورد خطای مهلکی رو انجام داد. ممنونم آقای دکتر نوریالا، به امید اینکه در ماه اپریل با دو گفتگو با شما باشم و قرار است که در ماه می هم باز دو گفتگو داشته باشیم درباره دینهای ایران قبل از ورود اسلام به ایران. و من واقعا ممنونم از وقتی که شما میگذارید و در این برنامه ها این اطلاعات با ارزش رو در اختیار بینندگان برنامه نسیم شما، تلویزیون کانال یک و مشتاقان پژوهش در این اندیشه ها قرار میدید. من امیدوارم که در این خداحافظی این امید رو بگم که واقعا کسی فکر نکند که بحث اقدام برای منسوخ کردن یک دین و تدینی است. بحث در این است که ما با یک پدیده‌ای به نام آخوند روبرو هستیم که از خانه خودش که مسجد و امور معنوی مردم باشد خارج شده است و در طول تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران از صفویه تا این بر آمده است و نشسته است بر مسند قدرت و هر نوع آزاداندیشی رو سلب کرده است، خفقان رو ایجاد کرده است، سعی کرده است که جامعه رو یک پارچه بکند و ما به طور طبیعی و منطقی راهی برای رسیدن به جامعه مرفه، بهتر، امروزی و عاقلانه و خردپذیر نداریم جز اینکه دو مرتبه ایشان رو از این مسند به داخل مسجد برگردونیم. سپاسگزارم. به امید گفتگوهای آینده با جناب عالی و آرزوی طول عمر برای شما، برای زندگی پرباری که دارید. خیلی متشکرم. شب بخیر. شب شما بخیر. بینندگان عزیز، آخرین اثر اسماعیل نوریالا، دکتر اسماعیل نوریالا، پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران، از مجموعه در گرگ و میش اندیشه است که این اثر رو می توانید از کتاب فروشی های معتبر تهیه بفرمایید. از طریق کتاب فروشی کانال یک هم می توانید این رو سفارش بدید، کتاب رو تهیه می کنند و در اختیارتون قرار می دن. از طریق سایت خود آقای دکتر اسماعیل نوریالا هم می توانید این کتاب رو تهیه بکنید.